بسم الله الرحمن الرحیم. مریم عباسی هستم از مدرسه جامعه زهرا مزار شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم سید محمد حسینی، یکی از مبل سازان شهر مزار شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. نادر علیزاده هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید ابوذر نجفی هستم از ولایت سرپل، ولسوالی گوسفندی. سلام علیکم، فاطمه محمدی هستم از مدرسه جامعه زهرا مزار شریف. بنده سید حیدر حسینی از ولایت سرپل، فعلا باشنده مزاری. خوشحال شدیم از معرفی با شما. برنامه ما قسمی است که در رابطه با معرفت ائمه اطهار هست. مشخصات یک امام ما اینجا بیان میکنیم. در این سوالات 12 تا سوال داریم. شما از بین اینا پیدا بکنید که هدف ما کدام امام هست. اگر واقعاً از این مشخصاتی که ما از مشخصات یک امام رو بیان میکنیم شما پیدا کردیم که او امام، منظور ما کدام امام هست، مستحق جایزه هستیم. درست است؟ پیش بریم؟ آماده این کاملا؟ بسیار خوب. اولین سوال ما اینه که امامی که 20 یا 25 بار پای پیاده به حج رفتن. ائمه اطهار که همهشون حج رفتن دیگه، مشخصا فعلا تزیم نمیرسه کدام ائمه است. بس دیگه دقیقا دیگه من تو در جریانش نیستم کدام از امام ها بوده 20-25 دفعه 20 یا 25 به حج رفته باشه. همه امام ها حج رفت، ولی اینکه الان دقیق در یادم نیست کدام امام بود که 20-20 چند مرتبه حج رفتن. همه امام ها که حج رفتن دیگه، بعدی که کدام امام بیشتر رفته هنوز حساب نکرده. همه امام ها که رفتن حج، ولی حساب نکنیم کدامشون رفتن 25 بار. شما سوال بدر بپرسین، احتمالا یادم میاد چیکی باشه. امامان معصوم علیه السلام معمولا همشون حج رفته. حالا یک امامی که 20 یا 25 بار حج رفته باشه، میشه یک سوال دیگه بکنیم راجع به امام؟ باشه. امامی که 10 سال امامت کرد. امامی که 10 سال امامت کرد. حالا هم امام حسین مجتبی هم امام حسین علیه السلام 10 سالی امامت کردن. حالا منظور شما کدامه؟ امامی که 10 سال امامت کرد. خب 10 سال امامت کردن. والا دیگه دقیقا گفتن نمیتونم، شاید که دیگه چندین تایشان شامل از این موضوع باشه که چند 10 سال حکومت کرده باشه. امامی که 10 سال امامت کرد. امامی که 10 سال امامت کرد. بیشتر از او امامت نکرده؟ 10 سال. فکر میکنم سال بعدی رو انشالله که جواب بده. امامی که 10 سال دقیق بیادم نیومد. امامی که 10 سال امامت کرد، در ذهنم هست، دارم میگم در زبانم بیارم، ولی فعلا شما سوال بدل بپیشن اصلا یاد میگه کی بود. امامی که در قبرستان بقی مدفون هست. شما سوال بدل بیارم حتما جواب میتونم. در قبرستان بقی به نظر 4 تا از امامان معصوم مدفون است دیگه. یکیش امام مجتبی علیه السلام است، یکیش هم امام محمد باقر علیه السلام است، یکیش هم امام جعفر صادق علیه السلام است و یکیش هم امام سجاد علیه السلام است دیگه. از این 4 تا بزرگوار هر 4شون در بقی دفن است دیگه. مشخصا بس کدام میشه نمیدونم. بود در قبرستان بقی شاید چندین تا امام اونجا مدفون باشد که دیگه ما دقیقا معلومات چه نداریم. بریم روی سوال بعدی بریم. 4 امام در قبرستان بقی مدفون است، اما دقیق کدامش باشد دیگه اونا شما بگین. امامی که در قبرستان بقی، در قبرستان بقی فکر کنم حضور ذهنی فعلا خارج شده، ولی
شما سوال بعدی رو بپرسین، انشاءالله سایی سوال هم در ذهنمون میاد. امامی که در قبرستان بقی مدفون است، در قبرستان بقی چهار امام معصوم ما مدفون است، حالا منظور شما کدام یکیه؟ این باید یک سوالی بعدی باشه، نمیدانم. امامی که وصیت کرده بود مرا در کنار قبر پیامبر بزرگوار اسلام دفن کنید. خب فکر میکنم داریم کم کم به هدف نزدیک میشه دیگه. 90% تقریبا حدس میذارم، ولی فکر میکنم سوال بعدی رو نزدیک شدم انشاءالله. نمیتونم باز به این دوتا یک رو انتخاب کنم. خب یک 65%، یک 15%. در جواب خیلی نزدیک شدیم. سوال بعدی رو بپرسین انشاءالله که در جواب نزدیک تر میشه. خب برم روی سوال بعدی بره. نفهمیدیم. امامی که 48 سال عمر داشت. امامی که 48 سال عمر کرد. امامی که 48 سال عمر کرد، آقای امام مجتبی علیه السلام است. امام حسن مجتبی است. برای برادرش امام حسین وصیت کردند که ما را در کنار جدم دفن کنند، که متاسفانه به علت اختلاف هایی که بودن دیگه متاسفانه به قبرستان بقی در کنار سه امام دیگه دفن شدن. دیگه امام حسن مجتبی هست، کریم اهل بیت. دیگه دقیقا سوال شما که ما گرفتم اینمی امام حسن مجتبی علیه السلام هست. امامی که 48 سال عمر کرد امام حسن مجتبی علیه السلام بود، 10 سال امامت کردن، وصیت کردن که در کنار پیغمبری گرامی اسلام باشیم. حس میکنم رسیدم در سوال. بفهم. کسی نیست جز امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن مجتبی هست؟ بله امام حسن مجتبی هست. 100% مطمئن. آها منظور شما امام حسن مجتبی علیه السلام است که در 20 یا 25 بار رفتن مکه و یا که در قبرستان بقی مدفون است و 10 سال امامت کردن و همینطور وصیت فرمود که آقا به امام حسین علیه السلام مرا کنار قبر جدم پیغمبر دفن کنید. امام حسن مجتبی است. 100%. بله بله بسیار خوب، تشکر از شما، شما درست فرمودین. منظور امام کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. تبریک میگم به شما، شما مستحق جایزه هستین. برگ سبز تحفه درویش را از ما بپذیرین. انشالله که همیشه موفق و سربلند باشین. شما یک لطف کنید بالای تحفه یک ورقی هست، میشم ورق برای ما بخونین؟ امام میفرماید بر شما ملزم است به فکر کردن. علت بیان میکند، میفرماید به علت این که او حیات و زندگی قلب انسان هست، یعنی قلب در حقیقت چشم انسان هست. و مفاتیح و ابواب الحکمه، میفرماید او کلید ابواب و درهای حکمت است. امام حسن علیه السلام میفرماید الاخاء و وفاء بالشدت و الرخاء، نشانه برادری وفاداری در سختی و آسایش است. بهار الانوار جلد 78 صفحه 114. اینجا حدیثی است که امام حسن علیه السلام میفرماید من عدد نعمه محق کرمه، هر که احسان های خود را برشمرد بخشندگی خیش را از بین برده. بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسن علیه السلام می فرماید خردمند به کسی که از او نصیحت می خواهد خیانت نمی کند. ولادت کریم اهل بیت علیه السلام به همگان مبارک باد. آها امروز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام است. انشاءالله که برای همه شیعیان جهان و بخصوص فرزند برومندش امام زمان علیه السلام مبارک باشه. برای شما همچنان میلاد بهترین آقای اهل بیت و کریم ترین آنان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در 15 رمضان است و برای همه هم تبریک میگم. البته من بسیار در این باره فکر میکنم کم معرفتی کردم. کسی که باید دیشون تبریک بگیم او تنها یادگار از خانوادهای پوزیش میخوام، او تنها یادگار از
یادگار خانواده اهل بید علیه السلام که قرنها هستن منتظر ما هستن، منتظر ما هست که ما تا زمینه آمدن آقا را فراهم کنیم. و من به خاطر دل پررنج آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف و این ولادت با سعادت جد بزرگوارش امام مصطفی را اولا به ساحت مقدس آقا تبریک و تهنیت عرض میکنم انشالله، و انشالله که قلب آقای امام زمانم با ولادت آقا امام مصطفی علیه السلام کریم اهل بیت شاد شود که شادی قلب او شادی همه پیروان مکتب اهل بیت علیه السلام است. دعا کنیم که هرچه زودتر ظهور امام زمان علیه السلام به تعجیل بیفته و همیشه با حضور گرم خودشان این میلادها را جشن بگیریم.